در این قسمت ما شما میاییم روی حق اولویت عملگرها. عملگرهای زیادی را ما شما خواندیم. انعری را خواندیم، باینری را خواندیم، تراینری را خواندیم و عملگرهای خاص را هم ما شما در قسمت‌های بعدی مثال‌هایش را میبینیم. خب و انواع و اقسام عملگرهای باینری را هم دیدیم. در حقیقت در تمام عملگرها که ما شما در زبان پروگرام نویسی C++ داریم آشنا شدیم. ولی سوال اینجاست که اگر احیانا در یک اکسپریشن بیشتر از یک عملگر بیاید، حق اولویت از کدام یکی از اینا هست؟ یعنی کدامش اول اجرا میشه و کدامش بعد اجرا میشه؟ ترتیب اجرا شدن از اینا از کجا و کدام طرف هست؟ میایم روی عملگرهای روی حق اولویت عملگرها. خب گفتیم که حق اولویت عملگرها زمانی بسیار مهم است که در یک اکسپریشن بیشتر از یک عملگر داشته باشیم. در زمانی که ما فقط یک عملگر داریم دیگه هیچ ضرورت نیست که ما بیاییم بسنجیم که حق اولویت از کدام از اینا هست، کدام از اینا اول اجرا میشه، کدامش دوم اجرا میشه. خب کمپیوتر خودش کار خود انجام میده، او خودش میفهمه که حق اولویت از کدام هست و به کدام طرف پیش میره. یکی ما به عنوان یک پروگرامر چرا اینا رو بفهمیم؟ به خاطر از این هست که ما بتانیم یک اکسپریشن ریاضیکی را به صورت درستش به شکل یک اکسپریشن C++ یا پروگرامینگ نوشته کنیم. به او خاطر ما باید ایره بفهمیم. اگر نفهمیم هم کمپیوتر کار خود انجام میده، ولی ممکن است که اکسپریشن ما و شما اشتباهات را داشته باشه. خب اولین حق اولویتی که در عملگرها مهم هست و اول اجرا میشه و قوس هست. چی قوس میانه باشه و یا چی قوس کوچیک باشه و بعد از او حق اولویت به کامه و نقطه هست که اینا را اول اجرا میکنن. خب در اینجا ما قوس ها را ممکن برای صدا کردن تابع استفاده میکنیم یا صدا کردن تابع ها هست و عناصر یا انتخاب عناصر هست و اینا. در عملگرها یک چیز دیگه هم وجود داره که ما بعضی عملگرها را رایت تو لفت داریم و بعضی عملگرها را لفت تو رایت داریم. یعنی بعضی عملگرها از طرف راست به چپ اجرا میشه، بعضی از عملگرها از طرف راست به چپ اجرا میشه. در عملگرهایی که از طرف چپ به راست باشه ما در قسمت نوشته میکنیم که از چپ به راست، یعنی لفت تو رایت هست. خب مفهومی که چطور لفت و رایت و رایت و لفت میشه ما در اینجا توضیح میتونم در عملگرهای بعدی. بعد از اینکه قوسا خلاص شد، حق دوم اولویت برای علامت جمع یکتایی هست، برای علامت منفی یکتایی هست، برای افزایش هست یعنی اینکریمنت، برای کاهش هست یعنی دیکریمنت، برای نات منطقی هست و همچنان برای عملگرهای خاصی مثل سایز اف و اینا هستن که ما شما اینا را بعد از او انجام میدیم و اینا از راست به چپ اجرا میشن. یعنی روش اجرای از اینا از راست به چپ هست. ما در قبلی که وقتی قوس داریم این از چپ به راست هست، در بعدی که عملگرهای بی تی یا عملگرهای بیت وایز هست و یا همچنان اینکریمنت و دیکریمنت هست که معمولا اینا یکتایی است، اینا را از راست به چپ داریم و بعد حق سوم از ضرب و تقسیم و مود هست که اینا هم از چپ به راست هست، جمع و تفریق هست که هم از چپ به راست هست و بعد شیفت راست و شیفت چپ یا لفت شیفتینگ و رایت شیفتینگ هست که اینا هم از چپ به راست هست و بعد علامت های کامپریژن آپریتورای کوچک هست، کوچک و مساوی است، بزرگ است و بزرگ و مساوی است که همیشه اینام از چپ به راست اجرا میشه و بعد عملگرهای مساوات و نات مساوات هست که البته از چپ به راست اجرا میشه اینا. خب عملگرهای دیگه ای را ما شما داریم مثل اند که از چپ به راست هست، ایکس آر داریم از چپ به راست هست، اور داریم یا بیت وایز داریم که از چپ به راست هست، اند منطقی داریم از چپ به راست است، اور منطقی داریم از چپ به راست است و عملگر شرطی داریم که از راست به چپ است. خب بعد مساوات هست یا اساینمنت اپراتور هست و همچنان اپراتورهای ترکیبی ضرب مساوی، تقسیم مساوی، مود مساوی، جمع مساوی، منفی مساوی، اند مساوی، اور اچ ایکس آر مساوی و همچنان نات مساوی و همچنان
شیفتینگ مساوی و شیفتینگ رایتی مساوی هست. اینا همه از راست به چپ هست. و آخرین چیزی که ما و شما در این قسمت داریم عملگری کامه هست که از چپ به راست هست. خب ببینیم چرا ما میگیم از راست به چپ یا از چپ به راست. ما گفتیم که اهمیت یا اولویت عملگرها زمانی بسیار مهم هست که ما بیشتر از یک عملگر در چی داشته باشیم، در اکسپریشن خود داشته باشیم. خب ممکن است گاهی یک عملگر با عین حق اولویت بیشتر از یک عملگر در یک اکسپریشن باشه. در اون صورت کدام یک از اونها اجرا میشه؟ اونو عملگرهایی که میگیم از چپ به راست است، اوی اول اجرا میشه که چپترین است، بعد از اون چپترین، بعد از اون چپترین که همین قسمی از طرف چپ به طرف راست است. عملگرهایی که راست به چپ هست، در صورتی که دو یا بیشتر از دو عملگر دارای عین حق اولویت در یک اکسپریشن باشه، اول اکسپریشن اجرا میشه که به طرف راستترین هست. مثلا اگر ما و شما بیاییم یک نمونه از اینا را در نظر بگیریم، مثلا فرض کنیم که اندی منطقی هست. اندی منطقی اول چیکار میکنه؟ اول شرطیه طرف چپ چک میکنه، بعد شرطیه طرف راسته. یا ما مثلا در یک اکسپریشن هم علامت جمع داریم هم علامت تفریق داریم. علامت جمع و علامت تفریق دارای عین حق اولویت هست، ولی کدامش اول اجرا میشه؟ اویی که به طرف چپ قرار گرفته. چرا؟ به خاطر که ای آپریتورا از چی هست؟ از چپ به راست هست. به او خاطر اول چپترین اجرا میشه، بعد به طرف راست این قسمی میره تا آخرین آپریتوری ما شما اجرا شد. خب در اینجا یک مثال داریم. در این مثال اگر ما ای را کار کنیم، اول دو تا نمبر که یکی نمبری برای کمپیوتر بوده که 90 نمبر گرفته، بعد هم برای انگلیش بوده که 60 نمبر گرفته و ما میخواییم ایوریج از اینا را پیدا کنیم. خب میشه که ایوریج خود از نو فلک در اینجا تعریف کنیم و اینا را جمع کنیم، تقسیم دو کنیم، برای ما و شما ای را نشان بده. میریم در قسمت یکی پروگرام نوشته کنیم. خب ما اول دو تا انتجر را معرفی میکنیم، یکی به نام کمپیوتر سایز و ایر قیمتش نمیتیم، دیگهش هم به نام انگلیش معرفی میکنیم که قیمت مضمون انگلیسی را در خود ذخیره کنه و از کمپیوتر قیمت مضمون کمپیوتر یا نمره را که یک محصل در مضمون کمپیوتر گرفته او را در خود ذخیره کنه. بعد یک وریبل دیگه را میسازیم از نوی فلات و نام از ایر میمانیم که AVG یا Average سایز، ایر هم قیمتش فعلا نداره. خب حالا قیمت های نمبر های برای کمپیوتر و انگلیسی را جدا جدا از یوزر میگیریم. میگیم که Please enter your number for computer subject. قیمت وقت ما و شما این مسیج دادیم، چیزی را که برای ما و شما میتا او را میاریم در کجا ذخیره میکنیم؟ در دوره بلی بنامی کمپیوتر. بعد دوباره میایم یک مسیج میتیم، دوباره میگیم که برای انگلیسی را وارد کن. Please enter your number for English subject. Okay. قیمت را که میگیریم در کجا ذخیره میکنیم؟ در وریبل به نام انگلیش. خب ما دو تا وریبل قیمتایش را گرفتیم. حالا میاییم ایوریج را پیدا میکنیم، میگیم AVG مساوی میشه با چه قسم نوشته میکنیم؟ میگیم که یعنی روشایی را که قبلا ما شما کار کردیم، اول سم پیدا میکردیم بعد تقسیم تعداد میکنیم. حالا مستقیم نوشته میکنیم، میگیم که کمپیوتر جمع انگلیش تقسیمی دو سایز. و بعد AVG را هم به آوتپوت میدیم، میگیم که average of your number is سایز AVG. خب این را نشان میده. ببینیم ما پروگرام را رن میکنیم.
پروگرام ران کردیم، اول نمبر کمپیوتر ما شما رو میخواه، ما میگم 90، بعد نمبر دیگه رو میخواه 80. خب الان تا ما توقع داریم که افریج برای ما شما 85 بده. چرا؟ به خاطر که 90 جمع 80 که ما کنیم میشه 170، 170 هم تقسیم 2 میشه چند؟ 85. یعنی افریج برای ما شما باید 85 نشان بده، ولی افریج که ما میبینیم 130 نشان بده. چرا؟ به خاطر از اینکه در اینجا ما یک اکسپرشن ریاضی کی را که ضرورت داشتیم به صورت درست تطبیق نکردیم، یعنی حق اولویت ها را نمیفهمیدیم و از پیش ما اشتباه شده. در اینجا چیکار میشه؟ ببینین در این اکسپرشن ما چند اپریتور داریم؟ یک اپریتور جمع داریم و یک اپریتور تقسیم داریم. اپریتور تقسیم حق اولویت داره، به او خاطر میایه اول انگلیش تقسیم دو میشه که قیمت انگلیش ما و شما داده بودیم 80، 80 تقسیم دو میشه چند؟ 40. صحیح؟ بعد از او جمع کمپیوتر میشه. کمپیوتر 90 داده بودیم که 40 جمع 90 مساوی میشه با 130. یعنی قیمت ما و شما درست نیست، یعنی اشتباه قیمت ما و شما گرفتیم، یعنی نتیجه که ما گرفتیم اشتباه هست. چرا اشتباه هست؟ به خاطر از اینکه ما یک اکسپرشن ریاضیکی رو به صورت درست در کمپیوتر تطبیق نتونستیم. خب هیچ وقت درست میشه زمانی که ما شما از قوس ها استفاده کنیم که صورت به صورت جداگانه اول پیدا شوه، بعد تقسیم مخرج شوه، در اون صورت ما شما جواب خود صحیح میگیریم. ما بیایم روی عین اعداد میگیریم، عدد اول 90 میتیم، عدد دوم چند میتیم؟ 80. افریج را که برای ما شما نشان مده چند هست؟ 85. الان ما تانستیم که اکسپرشن ریاضیکی را با فهمی که از حق اولویت اپریتور را داریم نوشته کنیم و بعد از اون ریزلتی را که ما از کمپیوتر میگیریم، این ریزلت چی شده؟ درست آمده. خب در قسمت بعدی ما روی عملگرهای یک تعداد عملگرهای دیگه را هم ما شما داریم که اونا را باز در زمانش میخوانیم و بعضی مسائل هم در قسمتی که ما از عملگرهای استفاده میکنیم و یا پروگرام نوشته میکنیم بعضی از اشتباهات معمول رخ میده که این اشتباهات ما اینجا یادآوری میکنم تا اینکه در تمام پروگرام ها از اونا جلوگیری کنیم تا اینکه اونا رخ ندن. خب یکی از اون اشتباه ها این معمولی که بسیاری از پروگرام را با او روبرو میشه و ایست که ما عدد تقسیم صفر کنیم. خب در ریاضیات ما آمدیم یک تعریفی برای ازی ساختیم که اگر عدد تقسیم صفر شد در او صورت نتیجه لایتناهی است. ولی مشکل اساسی در قسمت کمپیوتر وجود دارد. در کمپیوتر قسمی هست که در صورتی که ما یک عدد تقسیم صفر کنیم کمپیوتر کوشش میکنه تا این را محاسبه کنه و هیچ گاهی به قیمت نهایی از او نمیرسه. وقتی به قیمت نهایی نرسید این محاسبه جریان پیدا کرده میره تا به لایتناهی، یعنی تا هر وقتی که کمپیوتر ما روشن باشه، پروگرام ما رن باشه، این کالکولیت کرده میره. بالاخره در اینجا یک مشکل رخ میده که چیکار میشه؟ یعنی پروگرام ما شما مصروف میشه و اجازه هیچ گونه اینتراکشن را به یوزرهای ما نمیده. خب به او خاطر ما باید از این نکته جلوگیری کنیم که در داخل پروگرام هیچ وقتی عدد تقسیم صفر نکنیم. و دومین چیزی را که بر ما در پروگرام ها ممکن رخ بده یکی اوورفلو و اندرفلو هست که اوورفلو را به نام سرریز و اندرفلو را به نام پاریز در اینجا ترجمه شده. خب سرریز و پاریز وقتی ما میگیم مفهومی است که ما قبلا آمدیم دیتا تایپ ها را خواندیم. دیتا تایپ ها را وقتی خواندیم در دیتا تایپ ها گفتیم که هر دیتا تایپ یا هر نوعیت دیتا از خود یک سایز مشخص را داره. مثلا انتجر ما دو نوع انتجر، یکی ساین انتجر داشتیم و یک انساین انتجر داشتیم که ساین انتجر را ما 32 بیت داریم و انساین انتجر ما 16 بیت داریم. اینا در حقیقت از خود یک سایز مشخص داره. وقتی میگیم سایز مشخص داره یعنی دیتا را تا یک لنت خاصی را میتونه در خود ذخیره کنه که بیشتر از او را قابلیت ذخیره کردن نداره. در صورتی که ما میاییم یک وریبل با یک ظرفیت پایین تعریف میکنیم و به او یک دیتای را با ظرفیت بالا را میخواهیم ذخیره کنیم در این صورت چیکار میشه؟ اوورفلو رخ میده یا مو دیتای ما بیشتر از همو سایز وریبل ما شما میشه. این نوع مشکلات ها را ما شما کوشش کنیم که در پروگرام های خود جلوگیری کنیم. خب در اخیر فصل چهارم خود رسیدیم. فصل چهارم ما شما به اتمام رسید. در اخیر کتاب سوالات مطرح شده که سوالات حل کنین و
تا اینکه با تمام اهداف این فصل را که ما شما داشتیم رسیده باشیم. تشکر.